عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز. خب تو این ویدیو به صورت چند دقیقه در خدمت شما هستیم. با توجه به اینکه یکی از دوستان گفته بود که ما میخوایم نحوه پارتیشن بندی و نحوه گروه بندی و رژیم بندی و فلکت و بودجه میخواست بدونه، من خواستم یه دونه ویدیو کوچولو ضبط بکنم که کسایی که به صورت اولیه و آماتور با نرم افزار فلکت برای بانی یک نرم افزار ژئوتکنیکی و شبیه سازی مسائل ژئوتکنیکی آشنا شدن بتونن یواش یواش شروع بکنن به کارهای خودشون. خب دوستان، وقتی که شما با نرم افزار فلکت دو بودی اولین بار باز میکنین نرم افزار رو، با یه گزینه مثل پنجره مثل مدل آپشن مواجه میشین. توی پنجره چند تا گزینه هست، ما فعلا با اینا کاری نداریم، من اینو کنسل میکنم. میام تو قسمت تب بیلد. توی تب بیلد میام قسمت ویرچوال مشین، قسمت بیلدر، از قسمت کریت، اد ایج، باکس رو انتخاب میکنم. یک باکسی میکشم به یک اندازه دلخواه، چون فقط خصمون آموزش و پارتیشن بندی و در حقیقت ریجن بندی هست، نه چیز دیگر. هوریزنتال رو انتخاب میکنم، میکشم اضافیشم از اینجا، دلیت ایج یا تیری میکنم، بیلد رو میزنم ببینم چند تا بلوک دارم، دوتا. خیلی خوشحال و خندون اوکی رو میزنیم، فلکی مشی میریزه اینجا اوتومات که به عنوان مش کورس شناخته میشه، یعنی مش درشت. از قسمت ادیت میایم قسمت مش زونینگ آپشن، از اینجا میتونیم مش هامون رو درشت یا درشتر بکنیم. اکسترا فاین، من فاین رو میذارم بمونه به عنوان مش ریس، یعنی خود نرم افزار فلک میتونه تشخیص بده که با توجه به این ابعادی که دارین شما، با توجه به ابعاد البته نه چیز دیگه، این اندازه مش کورس هست که الان زده، میدیوم، فاین، اکسترا فاین به این صورته، یعنی خودش تشخیص میده اینا رو. فاین. خب میام قسمت باندری. یکی از روش هایی که ما میخواییم پارتیشن بندی کنیم و در حقیقت حالا پارتیشن بندی نگم، بگم ریجن بندی، گروپ بندی، چون موقعی که من میخوام مثلا این ریجنم با این ریجنم جدا باشه، یکی از روش ها مارک باندری. مارک باندری انتخاب میکنی، یک کلیک چپ رو اون لاینی که ایجاد کردی میزنی. اون کلیک چپی که کردم قبلش چی بود؟ قبلش سبز رنگ بود. این سبز رنگ که اینترنال سیمپل ها، اینترنال سیمپل باعث میشه که این دوتا بلوک کاملا به هم بچسبن، اتچ نیست ها، ولی کاملا اینو پیوسته در نظر میگیره. حالا شما این مارک باندری اینجا میکنه که این قسمت رو از اینجا جدا کنه، نه اینکه به صورت واقعی جدا کنه. موقعی که شما میخواید مثلا یه سری کارا روی این بالا روی این پایین انجام بدین، یه کلیک چپ اینجا میکنی اختصاص میدی بالا، یه کلیک چپ پایین میکنی پایین، دیگه همین راحتی. اوکی میکنیم، اکسکیوت میکنیم. خب الان کلیک راست بکنم، زوم، ریجن، الان شده دو تا ریجن، یک دو، دو تا ریجن شد. این یک روشی بود. روش دوم اینه که بیام از قسمت آلتر، قسمت مارک، از این قسمت ما بیام کار جداسازی قسمت هایی که دوست داریم و انجام بدیم و ریجن های مختلف ایجاد کنیم. البته اینو بگم، این روش فقط در صورتی میتونه کاربرد داشته باشه که گرید لاین روی اون خطی که شما میخواییم مارک کنیم باشه. اگه گرید لاین نباشه، شما باید از روش سوم برین که با استفاده از شیپ هست که این هم توضیح خواهیم داد. میام قسمت ست. خب مثلا میخوام ریجن بالایی رو به دو قسمت تقسیم بکنم به این صورت. خب اکسیوت میکنم، الان میبینید یک رنگ، دو رنگ، سه رنگ، سه ریجن شد. خب روش دیگه اینه که شما میایین از قسمت شیپ این کار رو انجام میدین، و این روش میتونه در شرایطی که خب شما گیر لاینتون روی اون خطی که میخواین ریجن کنین، روی خطی که میخواین مرز ریجن باشه، گیر لاین نباشه، این خودش میتونه گیر لاین ایجاد بکنه، یعنی مش ها رو شکل شمایلش عوض میکنه تو مرز بین ریجن، و هر شکل شمایلی میتونه شما ریجن بکنین. مثلا من میخوام یه لاین انتخاب بکنم اینجا، حالا میتونه لاین نباشه، تیبل انتخاب کنین از طریق تیبل، تیبل هم بعداً آموزش خواهم داد. خب از این قسمت جنریت رو بزنی، خب اکسیوت میکنم، الان میبینی یک دو سه چهار، اینجا چهار تا ریجن دارم برای خودم. این هم روش سوم ریجن بندی بود. حالا شما ریجن بندی انجام دادین، گروه بندی به چه صورت هست؟ گروه بندی هم میتونیم بیاین از قسمت متریال، مدل، کلیک راست کن، ریجن رو انتخاب بکن، اینجا هم ریجن رو انتخاب بکن. مثلا میخوای پلاستیک، مثلا میخوای هاردنینگ سول کار کنی، پی هاردنینگ. خب اینجا یه دونه گروه نیم بده، مثلا L1، بعد به کلیک چپ بکن، ادوانس، بعد اوکی کن، اکسکیوت کن. خب بعد به کلیک راست کن، زو گروپ. اینجا میبینی یک گروپ تشکیل شد،
قسمت های دیگه هم که اینجوری ریجن بندی شده میتونید گروه ایجاد بکنید. این چی کار میکنه برای شما؟ این گروه باعث میشه که وقتی ریجن باعث میشه که شما بعداً هر کاری دوست داشتین با کد نویسی اینجا انجام بدید. بنویسید مثلا مدل مور برای گروه به فلان، مدل فلان برای، یعنی مدل رفتاری و شرایط دیگه راحت بتونین اعمال بکنید به کاراتون، خیلی راحت و کاملا ریلکس.